شما جامعه مدنی ندارید مگر وقتی که یک یعنی پیش شرط وجود این جامعه مدنی آزادی مطبوعات و آزادی احزاب و آزادی بیانه و اینا از همدیگه خب جدایی ناپذیرن. شما تا وقتی که آزادی بیان نداشته باشی مطبوعات آزاد نمیتونی داشته باشی و تا وقتی که این دوتا رو نداشته باشی احزاب مخالف و آزادی احزاب نمیتونی داشته باشی و اون وقت اینها رو اگر نداشته باشی اینا پایه‌های جامعه مدنی هستن. شما تا وقتی که اینا رو ندارید جامعه مدنی ندارید. نیروهای جامعه مدنی اما در ایران هستن و دارن همینطوری که میبینیم مبارزه میکنن برای رسیدن به جامعه مدنی و من میخواستم حتما این رو گفته باشم که این قضیه مبارزه با به اصطلاح حکومت نظامی و دیکتاتوری و به اصطلاح پایین آوردن حکومت دیکتاتوری فقط 50% قضیه است. در واقع همزمان با این مبارزه یک اتفاق دیگه هم در صحنه جامعه میفته بین این نیروهای مدنی و اون و باید بیفته و اون به وجود آوردن در واقع پایه های اون جامعه مدنی است که میخوان بهش برسن. یعنی آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات همینا رو نمیشنن مردم منتظر بشن که یک حکومت دیکتاتوری ساقط کنن و بعد اینو به دست بیارن، بلکه در واقع عملا بخشی از جامعه مبارزه بی خشونتشون در واقع به وجود آوردن این نهادها هست. مثلا ما میبینیم امروز این نهادها داره شکل میگیره. فرض کنید روزنامه‌های زیرزمینی، درست میگید شما، ما ممکنه آزادی مطبوعات نداریم و اجازه نشر مطبوعات آزاد رو دولت نمیده، ولی مطبوعاتی میبینیم در جامعه پا میگیره و بین مردم پخش میشه که اجازه انتشار ندارن ولی آزادانه به اظهار نظر میپردازن و این به همون اندازه مبارزه با دستلا دیکتاتوری اهمیت داره. یعنی اگر که همزمان با مبارزه با دیکتاتوری این بخش توی جامعه ساخته نشه، در واقع اتفاقی که میفته اگرم حکومت دیکتاتوری سقوط بکنه، حکومت دیکتاتوری سقوط میکنه و به جاش یک دیکتاتور دیگری میاد. در کنار این باید اون شبکه‌ای از مطبوعات و احزاب پا بگیرن و برای همین من فکر میکنم این انتقادی که من دیدم توی این آخرین شماره نشریه خیابان در مورد تشکیلات و سازماندهی جنبش سبز مردم ایران خیلی نقد بسیار جالب و درخور اعتنایی است، برای اینکه جامعه ما، روشنفکران ما بهش توجه بکنن که صحبت از این در این استش که ما که خورده میگیریم و میگوییم که این حکومت اجازه نمیده که آزادی احزاب باشه و یا خورده میگیریم به احزاب کمونیست و چپی که در کشورهای دیگر دنیا وجود داشتند و چه میدونم یک سانترالیزم داشتند که دموکراتیک نبوده و به رأی مردم و به بدن توجه نمیکرده، باید تلاش بکنیم برای اینکه سازماندهی این جنبش مقاومت، این جنبشی که بر همبستگی بین مردم استوار هست، یک سازماندهی دموکراتیک باشه و رأی مردم و پاسخگویی به اون چه که مردم فکر میکنند در این شکل تشکیلاتی حتما به وجود بیاد و نهادینه بشه از همون آغاز. وگرنه اگر قرار باشه که همون شیوهی به کار گرفته بشه در سازماندهی جنبش که نظام سابق جمهوری اسلامی برش تکیه میکرد یا این نظام فعلی به اصطلاح نظامی امنیتی برش تکیه میکنه، اون موقع فقط شما دارید یک دیکتاتوری رو با دیکتاتوری دیگری در آینده تعویض میکنید.